بحران همه جانبه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی رو فرا گرفته، مسئله آلترناتیوی رو که قرار است بعد از حکومت اسلامی مطرح بشه، بیش از پیش در میان همه مخالفان مطرح کرد و از جمله در میان چپ ها. نوع دولت پس از سرنگونی حکومت اسلامی در انقلاب آتی ایران در مباحثات نظری به موضوعی محوری تبدیل شده، از جمله بحث نهاد مجلس مؤسسان و کنگره شوراها. تأسیس دولت و نظام آینده چگونه خواهد بود؟ موضوع چگونگی و مطلوب ترین شیوه تعیین نظام جایگزین و مهمترین مشخصات آلترناتیو از دید سوسیالیستا. برخی برای تعیین نظام آینده فراخواندن تشکیل مجلس مؤسسان رو شرط نخستین پایه‌گذاری دموکراسی و دولت آینده میدونند و برخی دیگر برای تعیین نوع نظام و دولت جایگزین بر کنگره سراسری شورا تاکید میکنند. شورا و مجلس مؤسسان تفاوتشون و کارکردشون چی هست؟ چه مشخصاتی دارن؟ بحث و گفتگو مناظره رو با حضور رفیق روبن مارکاریان و رفیق بهروز فراهانی به پیش میبریم. من به هر دوی شما رفقا سلام میگم. رفیق روبن مارکاریان. بله، منم سلام میگم به تو رفیق سعید و رفیق بهروز عزیز. خب و همینطور به رفیق بهروز فراهانی درود میفرستم. منم به دوستای شما سلام میگم. خب اگر موافق باشین این بحث رو در شروع هر کدوم 5 دقیقه صحبت بکنید و بعد توی صحبت‌های رفت و برگشت‌های 2-3 دقیقه‌ای اینو بتونیم بحث رو بپیش بریم. از رفیق روبن مارکاریان شروع می‌کنیم. بله، ما به عنوان نیروهای سوسیالیستی در پیکار علیه رژیم جمهوری اسلامی، خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری دولت کارگری هستیم و دولت کارگری که عامل اصلی و کنشگر سوسیالیسم است، سوسیالیسمی که سوسیالیسم دموکراتیک است، سوسیالیسمی که از آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی، از حق حاکمیت مردم، از اینها جدایی ناپذیره. حکومتی که منتخب خود مردم، منتخب اکثریت، توسط اکثریت و در خدمت اکثریت هستش. طبیعتاً اینجا موقعی که مسئله بحث مجلس مؤسسان مطرح میشه، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این هست که مجلس مؤسسان یک درخواست دموکراتیکه، خودش یک درخواست سوسیالیستی نیست. مثل آزادی‌های سیاسی، مثل حق رأی عمومی و مثل بسیاری از درخواست‌های دموکراتیک، البته اینها در سوسیالیسم دموکراتیک و نه در سوسیالیسم استبدادی جزء لاینفک سوسیالیسم است. پس بنابراین موقعی که انقلاب سوسیالیستی میشه و طبقه کارگر قدرت رو به دست میگیره، برای تعیین نوع نظام به مردم، به کلیه مردم ایران، به همه شهروندان ایران، از طریق برقراری آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی و حق رأی عمومی مستقیم همه مردم، این امکان رو میده که اونها از طریق یک مجلس مؤسسانی که از درون انقلاب به وجود اومده بیان و در مورد نظام آینده تصمیم بگیرن. این که نظام آینده چگونه باشه، شورایی باشه و غیره باشه، طبیعتاً دولت کارگری خودش نظری داره در مورد نظام آینده، ولی این نظام رو نمیتونه از قبل به مردم تحمیل کنه. این نوع تحمیل نظام به مردم از قبل و گفتن این که نمیدونم کنگره شوراها و هر شکل دیگه‌ای، در حقیقت آغاز این هست که بنا کج گذاشته میشه، یعنی به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم یک استبداد دیگه از همون اول ساخته میشه. متشکر رفیق مارکاریان. رفیق بهروز فرانی.
مسئله اصلی هر انقلاب قدرت سیاسی. این قدرت سیاسی در دولتی که حاکم هست و حکومتی که اعمال میشه خودش رو نشون میده. این دولت ها خونسا نیستن، پایه طبقاتی دارن. در این جامعه سرمایه‌داری مثل مال ما، ماهیت اصلی دولت یک دولت سرمایه‌داری هست. این که از طریق یک کاست روحانیت هسته اصلیش در کنترل قرار گرفته و اون رو پیش میبره، در ماهیت اون هیچ چیز رو عوض نمی‌کنه. در نتیجه نباید ما یادمون بره که ما مبارزه‌ای که می‌کنیم برای سرنگونی این دولت، بلافاصله عناصر ضد سرمایه‌داری رو در خودش داره. مارکسیست‌ها برخلاف روشنفکران بورژوا و اصولاً بورژوازی، نمیتونه دستگاه دولتی حاضر آماده رو که الان وجود داره با کمی تغییرات بپذیره و اون رو در راه اهداف خودش به کار ببره. در نتیجه مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و اساسا در هر کشوری مبارزه برای سرنگونی دولتی که روی کار هست در مورد ما جمهوری اسلامی، نمیتونه بدون اینکه معطوف به آن چیزی که جایگزین این دستگاه دولتی میخواد بشه باشه. بورژوازی براش فرقی نمیکنه. الان فکر کنید که در ایران یک انقلابی شده و دولت جمهوری اسلامی رو انداختن. بورژوازی چیکار خواهد کرد؟ اصل 5 قانون اساسی رو برمی‌داره، 177 رو برمی‌داره. یه سری هستن که این قانون اساسی اونهاشون در آوردن، لیستاشون میشه روی اینترنت پیدا کرد. این اصل رو عوض کنید، اون رو این کارو بکنید، اصل لایسیته رو بیاریم، اصل برابری زن و مرد رو بیاریم. یک سری چیزهایی رو در قانون اساسی فعلی اینا عوض می‌کنن یا اصلا مثلا یه قانون اساسی دیگه به کلی بنویسن. ولی در مجموع به اونجایی که به مالکیت، به اونجایی که مسئله اعمال قدرت از طرف زحمتکشان، از طرف کارگران، اینکه چطور این قدرت دولتی میخواد اعمال بشه رو به کلی اینها مسکوت میذارن. همه ما هم میگیم که دولتی که ما میاریم دولتی است از مردم، برای مردم و به دست مردم. این اصلا سرلوحه انقلاب فرانسه است. الان در فرانسه که من دارم زندگی میکنم، شما نگاه بکنید توی پارلمانش که قرار است قوه قضاییه باشه و قوانین رو بگیره، 2% کارگر هست. 2% کارگر هست، بقیه همه وکلا و مهندسان و غیره یا حرفه‌ای‌های سیاسی هستند که این رو به جلو می‌برند. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه این مکانیزم دولتی و سلطه بورژوازی در این کشورها کار رو دائما به این می‌کنه که توده‌ای که حرکت می‌کنه، سیاست رو می‌خواد جاری بکنه، دستش به مناسب نرسه. این رو وکالت بده به یه عده دیگه. طبیعتاً وقتی مثلا نمایندگی غیر مستقیم پیش میاد و این تبدیل به یک اصل میشه، دستگاه دولتی که بر اساس این هم قرار میگیره، این دائما فاصله میندازه بین نیروی اساسی و توده‌ای که اونجا هست و دائما میخواد یک فاصله بندازه بین اینها و اون کسانی که به نام این اکثریت قوانین رو میذارن و به نام این اکثریت قوانین رو جاری میکنن. مارکس وقتی که مثلا کمون پاریس رو مطرح میکرد، میگفت هم قانونگذار بود هم مجریه. به یک ضرب این فاصله بین این دوتا رو در واقع از بین برده بود. به این معنی نبود که در همه موارد مجریه و قضایی و غیره در تمام جزئیات باید عیناً یکی باشن و برن جلو. مثلا این بود که این فاصله رو اینها از بین بردن، این شکاف رو اینها از بین بردن. در این لحظه‌ای که من و شما با هم داریم زندگی می‌کنیم و صحبت می‌کنیم، بشریت هنوز مدلی غیر از مدل کمونی و شورایی که اجازه میده بیشترین دخالت مستقیم قرار بگیره و دموکراسی سوسیالیستی از طریق آجربندی که از پایین میاد و این شوراهایی که به طور مستقیم در تولید، در محلات شرکت میکنن، در محیط زیست هستن و کار میکنن، اینها نمایندگان خودشون انتخاب میکنن و میفرستن و میبرن به جلو. در نتیجه در فردای روزی که جمهوری اسلامی سرنگون شده، ما اولندش باید یک کاری بکنیم که چون صحبت مطلوب رو داریم میکنیم دیگه، فعلا بحث توازن قوا که نیست، آنچه که ما میخواهیم رو داریم میگیم، استراتژی مطلوب خودمون داریم میگیم. ما باید در طول مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی عناصر این خودقدرتی، خودمدیریتی، خودحکومتی مردم رو دائما بیاریم. وقتی که اگر این موفق بشه و اگر این جنبش شورایی در واقع همه جا رو بگیره، مسئله‌ای که پیش بیاد یا حداکثر اکثریت توده کارخوران و حقوق بگیران ایران رو در بر بگیره، وقتی که جمهوری اسلامی میفته، بهترین نهادی که میتونه این قانون اساسی رو تهیه بکنه و اون رو ارائه بکنه به مردم، کنگره شوراهاست. کنگره شوراها این قانون اساسی رو که در طی مبارزه مردم خودش درش شرکت کردن و خواستهای خودشون رو مطرح کردن، شعارهایی رو که مطرح کردن، در عمل تبدیل میکنه به مواد این قانون اساسی. حالا این که این قانون اساسی نوشته شده در کنگره شوراها رو به چه شکلی، اگر فرض کنیم که این شوراها همه رو نظر میدن نگرفتن، شاید میشه یه انتخاباتی گذاشت و این قانون اساسی تهیه شده توسط کنگره شوراها رو
به رأی عمومی به یک شکلی گذاشت. اینا رو باید دید که چجوری هست. اگر ما اون چیزی که مطلوبمون هست در نظر بگیریم، قاعدتاً باید اکثریت توده کارکنان و حقوق بگیران در شوراها متشکل شده باشن و ما این اکثریت رو با خودمون داشته باشیم. رفیق روبرت. بله، به نظر من صحبتایی که رفیقمون بیروز کرد اصلا ربطی به موضوع مورد بحث ما نداره. مسئله این هستش که بعد از انقلاب سوسیالیستی و بعد از اینکه طبقه کارگر قدرت رو به دست میگیره، آیا در تعیین نوع نظام سیاسی حق حاکمیت مردم و همه مردم رو بدون استثنا، یعنی تمام شهروندان کشور رو صرف نظر از اینکه کارگر هستند، خرده بورژوا هستند و یا طبقات میانی هستند، طبقات بالا هستند، در تعیین نوع نظام آینده به رسمیت میشناسه یا نه؟ ما میدونیم که در هر انقلابی، مثلا در انقلاب فوریه فقط 2% مردم روسیه شرکت کرده بودن، در انقلاب بسیار بولشویکی و اکتبر 5-6% شرکت کرده بودن. انقلاب ایران که توده‌ای ترین انقلاب قرن بیستومه، چیزی پایین 20% مردم در شرکت کرده بودن. پس ما آیا به همه شهروندان کشور باید اجازه بدیم که در تعیین نوع نظامی که ما پیشنهاد میکنیم، من فعلا در مورد مسئله شکل دولت کارگری که کمونه یا شوراست یا پارلمان توده‌ای و هر چی، حالا اینو صحبت نمیکنم. روی ماهیت و سرش و جوهر دولت کارگری صحبت میکنم. آیا ما به مردم ایران باید این اجازه رو بدیم که بیان و بر مبنای یک فرد یک رأی در یک شرایطی که آزادی های کامل سیاسی جاری شده و مردم از حق رأی واقعی برخوردارن، نمایندگان خودشون رو انتخاب کنن و نمایندگانشون بیان در مجلس مؤسسان، اونهایی که مخالف حتی آلترناتیف های ما هستن بیان آلترناتیف های خودشون رو مطرح کنن و در به شکل دموکراتیک در مورد نظام آینده تصمیم گیری بشه. متاسفانه بخشی از نیروهای چپ ایران مجلس مؤسسان رو معادل در واقع دموکراسی پارلمانی میدونن که این اصلا فرض اصلا غلط هستش. مسئله مجلس مؤسسان اسمش رو خودشه. مسئله تأسیس نظام و تأسیس دموکراتیک نظام توسط همه شهروندانه. طبیعتا در همه انقلاباتی که انجام شده، اون نیرویی که راهبری کننده انقلابه معمولا در بین اکثریت مردم نفوذ توده‌ای قابل توجهی داره و طبیعتا موقعی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، پیشنهادات اون در مورد نظام آیندهش، ساختار نظام آینده، قانون اساسی، خب میتونه از طریق اکثریت مردم مورد تایید قرار بگیره. خب این یه واقعیته. این شکل تأسیس دموکراتیک نظامه. البته در این مورد انقلاب روسیه یه تناقضی داشته که حالا جای بحثش اگه لازم باشه بعدم میرسیم دیگه. متشکرم. رفیق بهروز فراهانی، آیا مجلس مؤسسان همون پارلمان عادی بورژوازیه؟ یعنی ذاتاً بورژواییه؟ خب به لحاظ تاریخی که مجلس مؤسسان اصلا ساخته بورژوازیه، یعنی از انقلاب کبیر فرانسه بود که مثلا مجلس مؤسسان رو آورد و مجلس مؤسسان اونجایی است که نمایندگان و نخبگانی که در واقع از طرف مردم انتخاب شده اند میان و یه سری تصمیم‌های میگیرن. تمام بحث ما سر اینه. بورژوازی با این مسئله هیچ مشکلی نداره، ولی اینکه وقتی هم که شما پیروز شدید، فردای انقلاب قدرت طبقاتی و سیاسی بورژوازی که از بین نرفته، که اون در واقع وجود داره. اگر شما واقعا دولتتون کارگریه، یعنی هدفتون دولت کارگریه و مسئله حکومت کارگری رو می‌خواید مطرح بکنید، با مقاومت این بورژوازی شما روبرو میشید در همه در واقع اشکالی که وجود داره. این اصلا یه بحث فرمال نیست. رفیق روبن این رو تبدیل به بحث فرمال میکنه که آقا یه جا سیاسی حق رأی عمومی دارم، چون بورژوازی از رأی عمومی مؤسسان نداره. رفیق روبن چرا مجلس مؤسسان یعنی حق رأی عمومی؟
حق رأی عمومی در شوراها هم کاملا مردم ایران از بورژوازی ایران حق رأی عمومیشو میگیرید یا نمیگیرید؟ نمیگیریم. نه، اون بستگی به توازن قوا داره. و ببینید در چه توازن قوایی ممکنه بگیرید؟ اجازه بدید من صحبت رو کنم. نوبه من بود دیگه. اصلا مسئله حق رأی عمومی با نمونای تاریخی که وجود داره دو تا مسئله است که شما باید با دقت بهش نگاه بکنید. هیچ کسی، حتی لنین و بلشویکا که خشنترین نوع برخورد رو در دوره جنگ داخلی از دو طرف کردن با هم دیگه، مسئله حذف رأی بورژوازی رو به عنوان یک اصل قرار نداده بودن. همه طرفدار حق رأی عمومی هستن. مهم اینه که این رأی عمومی در چه ظرفی میخواد جاری بشه. مجلس مؤسسان محصول یه دوره تاریخی معین هست. مال اون موقعی هست که انقلابات دو مرحله‌ای بودن. انقلاب بورژوازی بود، بعد تبدیل می‌خواست بشه به انقلاب سوسیالیستی. اتفاقا شما خیلی تو صحبتاتون رفرانس میدید و رجوع میدید به روزا لوکزامبورگ. سخنرانی روزا لوکزامبورگ در روزی که اعلام کردن که حزب اسپارتاکیست حزب کمونیست رو میکنن رو بذارید زیر ذره بین ببینید چی میگه. میگه دوران تفکیک انقلاب بورژوازی و سوسیالیستی به سر رسید. ما الان مسئله جاری کردن سوسیالیسم رو داریم. در نتیجه این مجلس ملی که اینها پیشنهاد میکنن ما رو دوران انقلاب بورژوایی میخوان که این اراده انقلابی که راه افتاده کانالیزه بکنن در جاهایی که مردم رأی خودشون رو بدن به سری نمایندگان، به سری نخبگان و خودشون دخالت مستقیمی در تدوین این قانون اساسی جدید، حکومت جدید نداشته باشن و خودشون اون نوع حکومتی که میخواد تدوین بکنه رو در واقع وکالت بدن به یک عده دیگه. و از اونجایی که تکرار میکنم در فردای قیام، پیروزی قیام، قدرت دولتی، دستگاه دولتی بورژوازی ضربه خورده، هسته مرکزی شکسته، ولی به قول گرامشی این جدارهای دوری کاملا موندن. قدرت طبقاتی و بورژوازی هنوز کار میکنه و اون مکانیزم هایی که هیچ اجازه میده که این قدرت رو باز پیدا بکنه و دوباره تعرض بکنه و سنگرهای از دستش رو برگرده، اون مکانیزمی هست که هرچه بیشتر به جای دخالت دادن مستقیم توده مردم در کارهای خودشون، سیستم وکالتی، نیابتی و نمایندگی رو از راه دور رو در واقع مطرح بکنه. مال سورایی، دولت نوع کمون، دولتی که در کمون پاریس بود و اون نوع دیگرش که در روسیه بود، در آلمان بود، در مجارستان بود، این اجازه رو میده که ترکیبی از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی با کنترل و عزل نمایندگان شما این رو بتونید به جلو ببرید. از اونجایی که از پایین اومده به بالا رفته، میشه از همون پایین هم این بالایی رو کشید پایین. مجلس مؤسسان انتخاباتی که به شکل کلاسیک و سنتیش داره باشه، مگه اینکه رفیق روبن و رفقای هیئت اجرایی یک راه جدید رو به ما پیشنهاد بکنن. شما میاد یک رأی میدید، یه عده نخبه رو انتخاب میکنید که برام براتون قانون اساسی بنویسن و بیان بگن که این شکلی که ما میخوایم براتون مطرح بکنیم. ما میگیم نه، این مال اون دوره ای که مکانیزم نمایندگی بوده و میدونیم که چقدر راحت بورژوازی این نمایندگان، این نخبگان رو میتونه بخره. قدرت اجتماعی بورژوازی با یک ضربه قیام از بین نمیره. در نتیجه شما باید مکانیزم هایی رو داشته باشید که تضمین میکنه این اراده مردم میره جلو. اصلا بس برای این سیم نیست که همه حق دارن رای بدن یا نه. مسلمه که همه حق دارن رای بدن. منتها مکانیزمی که شما در برابرش میگذارید اینه که به همه میگید آقا بیایید توی این شوراهای محلی، تو کمیته های محلی، تو نصف شهر چی میخواید بذارید. یه سری آدم ها رو انتخاب کنید. اینا بین خودشون یه سری آدم ها رو انتخاب کنن. و در هر لحظه هم شما قدرت عزل اینها رو داشته باشید. ببینید این استدلالی که رفیقمون بهروز مطرح میکنن استدلال حزب دولت و ایدئولوژی است که بعد از شکست انقلاب اکتبر شکل گرفت و در واقع همون و نقطه شروع اون هم انحلال مجلس مؤسسان در انقلاب روسیه بود. برخلاف اون چیزی که بهروز میگه و از نظر تاریخی کاملا هیچ پایه‌ای نداره، بلشویک‌ها سالهای سال مطرح میکردند که این انقلاب سوسیالیستی، این قدرت شوراهاست که میتونه مجلس مؤسسان رو برقرار کنه و به مردم روسیه حق رأی عمومی رو اعطا کنه برای اینکه بتونن در مورد سرنوشت سیاسی خودشون تصمیم بگیرن. در مورد روزا لوکزامبورگ که مسئله به مراتب روشن‌تر از اینه. انتقادی که روزا لوکزامبورگ میکنه در جزوه معروف انقلاب روسیه
به لنین از اینجا شروع میشه که آقا شما از طریق در انحلال مجلس مؤسسان کل تاکتیکاتون رو عوض کردید و از اونجا میاد مطرح میکنه که شما حق رأی عمومی رو زیر پا گذاشتید آزادی و این میره خود به خود به زیر پا گذاشتن آزادی های سیاسی، دموکراسی و در نهایت به یک حزب دولتی که فقط یک عده طرفداران اون هستند که فعال مایشو هستند و به این شکل نیروی حیاتی انقلاب سوسیالیستی فرو خواهد مرد. و این پیشبینی پیامبرانه روزا لوکزامبورگ کاملا درست در اومد. حالا آن چیزی که رفیقمون میگه و باز از نظر تاریخ من تعجب میکنم، این همه فاکتای تاریخی وجود داره، شما چطور میایید و در واقع این مسائل رو مطرح میکنید؟ اون این هست که در انقلاب روسیه اومدند و چیکار کردند؟ اولا حق رأی رو محدود کردند، ثانیا در واقع مهندسی حق رأی، همین که رفیقمون میگه دیگه، این دولت دولت طبقاتیه، پس باید در واقع طبقه کارگر باشه و اگه لازم باشه، میگه که بسته که خودش رفیق اشاره کرد، گفت به تعادل قوا مربوطه. در مورد این که ما حق رأی رو همگانی میکنیم یا حق رأی رو میگیریم، خب در اونجا اومدن چه کار کردن؟ برای این که به قول معروف جلو بورژوازی رو بگیرن، اومدن در انتخابات گفتن که در شهرها هر 25 هزار نفر یک نماینده انتخاب میکنن، در حالی که در مناطق روستایی هر 125 هزار نفر حق انتخاب یک نماینده رو دارن. یعنی رأی 100 میلیون دهقان و روستایی رو تبدیل کردن به 20 میلیون، یعنی در واقع به این شکل حق رأی عمومی رو از بین بردن، در واقع به 20 میلیون نفر حق وتو دادن که اینها به سو حق رأی عمومی رو از اگر اجازه بدید تا با همین استدلال اجازه بدید با همین استدلال رفیق لنین اومد و آزادی های سیاسی رو لغو کرد، احزاب مخالف رو دستگیر کرد، مطبوعات همه مطبوعات رو بست، انتخابات سندیکاها رو محدود کرد فقط به انتخاب اعضای حزب بولشویک، انتخابات شوراها رو محدود کرد فقط به انتخابات اعضای حزب بولشویک، کمیته های کارگری و کارخانه رو فقط محدود کرد به انتخابات در واقع چیز اعضای حزب بولشویک و به این شکل اصلا یک دولت در واقع استبدادی به نام دولت به اصطلاح روسیه شوروی سوسیالیستی به وجود اومد. و در آخر عمرش هم ما میبینیم در وصیت نامه‌اش نوشته، میگه که الان آنچه که در روسیه درست شده این نه دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دیکتاتوری طبقه کارگر، نه حتی دیکتاتوری حزب کمونیست، این دیکتاتوری پولیتبوروه یعنی دفتر سیاسی حزب ما هست. این درست همون پیشبینی پیامبرانه‌ایه که روزا لوکزامبورگ در جزوه انقلاب روسیه انجام داد، گفت که این راه رو که می روید به اینجا منجر خواهد شد. همین الان هم اینه، شما اگر حق رأی عمومی، آزادی های سیاسی، نمیدونم دموکراسی و همه حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشون رو اینا رو مشروط و منوط به تعادل قوا میکنید، چه کسی این تعادل قوا رو تعیین میکنه؟ خود شما دیگه، خود شما هم میبرید هم میدوزید و مهندسی میکنید و آخرش هم میشه حزب دولت های قرن 20 و بعد اینجا میایید میدید که مجلس مؤسسان یعنی پارلمان بورژوایی. این به شدت غلطه، همونطور که با همین استدلال پیش برید آزادی های سیاسی هم بورژواییه، متشکر. حق رأی عمومی هم بورژواییه، پس همه اینا رو ملغا کنید دیگه. بله، رفیق روبن 5 دقیقه صحبت کردن، رفیق بهروز فرانی 5 دقیقه بفرمایید. من به طور جدی از رفیق روبن دعوت میکنم که دوباره بره و تاریخ انقلاب آلمان رو نگاه بکنه. یک افسانه در جنبش چپ ما، در جنبش بین‌المللی، مسئله کاملا دقیق و روشن. یه سری افسانه هایی رو به اسم روزا لوکزامبورگ درست کردن و اون رو پشت اون وامیستن و یه سری شعارهایی رو میدن به اسم رفیق روزا لوکزامبورگ. من یه نقل قول میکنم، چون فکر میکنم که رفیق روبن این بحث های اخیر رو که ماها داشتیم با چند تا از رفقا اون اصلا نیده. ببین روبن، این حرف رو ببینید کی میزنه.
فرهنگ بزدلانه مجلس ملی چه به دست می آوری؟ موضع بورژوازی را مستحکم می کنی، پرولتاریا را ضعیف‌تر می کنی و آن را در سردرگمی ناشی از توهم توهی از محتوا فرو برده و با روند گپ و گفت بین گل و گوسفند زمان و نیرو را به هدر می دهی. در یک کلمه در دام بازی همه عناصری می افتیم که هدفشان خسته و مایوس کردن انقلاب پرولتری نسبت به اهداف سوسیالیستی و با ختنه کردن آن تبدیلش به یک انقلاب بورژوا دموکراتیک است. این رو لنین نگفته، اینو روزا لوکزامبورگ گفته در مقاله مجلس ملی 20 نوامبر 1918. یک افسانه توی ادبیات رای کارگر سابق وجود داره که یه سری چیزهایی رو که نوشته‌ای رو که روزا لوکزامبورگ دارن به کلی ندیده می‌گیرن. و خود من برای اینکه بازم واقعا تکمیل‌تر بکنم، می‌دونید که در جریان قیام برلین اسپارتاکیستا حتی رفتن و چاپخونه وروارت مال سوسیال دموکرات‌ها هم گرفتن، بحث اونها دروغ‌پردازی می‌کردن، دیگه بحث سیاسی و غیره نبود، تبدیل شده بود به مرکز دروغ‌پردازی و روزا لوکزامبورگ رو تایید کرد. می‌خوام بگم در وقتی من توازن قوا میگم منظورم اینه، والا اصل به رعایت حق رأی عمومی بی قید و شرط یکی از اصول دموکراسی سوسیالیستیه. تمام بحث سر اینه که این حق رأی بی قید و شرط عمومی رو از چه ظروفی میخواییم بیاریم جلو. اونجاست که دستگاه دولتی دخالت میکنه، اونجاست که مارکسیستا میگن دستگاه دولتی خونسا نیست، نطق نیست. دستگاه دولتی شما توش رأی کارگر میندازین، توی اینجا توی بورژوازی رأی کارگر میندازین، از اون رو طرفدار بورژوازی میاد بیرون. هی شما رأی حقوق کارگرها و دهقانا رو میندازین توش، هی از اون رأی بورژوازی میاد بیرون. تصادفا تمام این پارلمان هایی که وجود اومده با دوای این آرایی که بهش دادن، یه سری نخبگانی رو که دقیقا در خدمت در واقع بورژوازی هستن عمل میکنن. بعدم رفیق یک اتهام سنگینی رو میزنه بدون اینکه اصلا یک اشاره‌ای بکنه. چرا حزب دولت من دارم میگم؟ در کنگره شوراها، در تمام شوراها آزادی فعالیت سیاسی تمام احزاب به رسمیت شناخته میشه، همه احزاب میتونن توش فعالیت بکنن. کی گفته که فقط یک حزب میتونه فعالیت بکنه؟ شرایط استثنایی جنگ داخلی که در دوران حزب بلشویک بود، با 14 تا کشور بهشون حمله کرده بودن، زمینی که تحت تصرف دولت بلشویک بود شده بود سن پترزبورگ و هومش، موسکو و هومش، شما مقایسه میکنید با یک شرایط عمومی که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم؟ اصلا اینطوری نیست. یا خصوص در مورد ایران به راحتی میشه این حد حق رأی عمومی رو از الان در نظر گرفت که به راحتی این رو در واقع میشه به همه داد، برای اینکه بورژوازی جناح‌های مختلفش آنچنان بی آبرو و بی حیثیت هستن که حتی نمیتونن با این ترفندهای پارلمانی یک مقداری برای خودشون کار بکنن. من سر این نیست، من سر این که برای یک انقلاب بورژوازی و بورژواهایی که انقلاب میکنن مجلس ما اصلا نقطه غاییه. اونجایی که شما قانون اساسی می‌نازید دیگه کار تموم میشه، چون قرار نیست اونا دستگاه دولتی رو عوض بکنن. من تو صحبت اولام گفتم اونا یه سری بندها رو عوض میکنن، تقدس مالکیت خصوصی رو توش نگه میدارن، محرمانه بودن اسرار معاملاتی رو توش نگه میدارن، مثل همه اینجاها کاری میکنن که دموکراسی صددر کارخونه ها وایسه، دموکراسی دیگه به گیته اقتصاد گسترش پیدا نکنه، آزادی های سیاسی در کارخونه و واحد تولیدی و واحد خدماتی و بانک ها ترمز میکنه، اون تو دیگه کارفرما هست و سرمایه‌دار هست و کارمند و حقوق بگیر و غیره، دیگه به کسی رب نداره. شوراها این رو در هم میکوبه. دموکراسی شورایی که همه احزاب توش حق نظر داشته باشن، همشون بتونن کار بکنن، موقعی هم که این قانون اساسی رو عرضه میکنه میتونه از همه دعوت بکنه که بپیوندن به شوراهای محلات خودشون و در انتخابات شرکت بکنن. میتونن بکنن، میتونن نکنن، اون که حق خودشونه. مثل شما هم اگر مجلس مؤسسانی بیارید و بگید که هر چی بیاد طرح خودش بده، هیچ تعلیمی نداره که همه مردم تو شرکت بکنن. میتونن بکنن، میتونن نکنن. همونجوری که توی انقلاب اقلیت مردم هم که همیشه این هم موتور هستن، منتها اقلیتی که اکثریت رو بتونه با خودش داشته باشه میتونه ببره جلو. فکر به روز 5 دقیقه شما تمام. من هنوز 10 ثانیه دیگه وقت دارم. خب دارم نگاه میکنم، بذارید 10 ثانیه رو فقط بگم، چون الان وقت من 10 ثانیه فقط میخوام بگم. و دقیقاً سر اینه، چون بورژوازی فقط یک اکثریت پارلمانی یا اکثریت مجلس مؤسسان نیست، یک طبقه رهبری که دستگاه دولتی در تار و پودش هست و اون با تمام قوا ازش استفاده خواهد کرد. من به این بحث
متشکرم. ببینید برای اینکه تو فاکت‌های تاریخی نمونیم کمک میکنه، ولی برای همین امروز هم بتونیم که پاسخی بگیریم، من اینکه دو سه تا سوال دارم، اگر لطف کنید به این سوالای من پاسخ بدین در کوتاه‌ترین وقت ممکن ممنون میشم. رفیق روبن، شما چرا اصرار دارید که در فردای یه انقلاب مردمی تو ایران حتما مجلس و مؤسسان تشکیل بشه، مثلا به اشکال دیگر تضمین حق رأی همگانی مردم توجه ندارید، مثلا یه شکلی دیگه این پیش بره؟ بله، اتفاقا این سوالی که شما مطرح کردید، من میخواستم در پاسخ به صحبت‌های رفیق بهروز بگم، این به این خاطره که ببینید مردمی که در استبداد زندگی میکنن در گروگان و زندان یک حکومت فاشیستی مذهبی هستن، یکی از مهمترین درخواستاشون این هست که بتونن حق تعیین نظام سیاسی رو داشته باشن، و این از طریق حق رأی عمومی و از طریق جاری کردن امکانی فراهم خواهد شد که اونها بتونن همشون با رأی آزاد، برابر و مساوی و مخفی بیان و نظام سیاسی آینده خودشون رو تعیین کنن. حالا آن چیزی که رفیقمون تعجب میکنم، رفیقمون بیروز گفت، اتفاقا من میتونم دقیقا اثبات کنم که ایشون برخلاف آن ادعایی که میکنه به دولت اقلیت معتقده و به انقلابی که طرفدار اون هست انقلاب اکثریت نیست. حالا ببینید چرا، ایشون خیلی قشنگ اومد گفت که شما اگه مجلس و مؤسسان در دستور بذارید و مجلس انتخابات مجلس و مؤسسان برقرار بشه، یک مشت بورژوا، نمیدونم نخبگان و سران نمیدونم این و آن خواهند آمد و در واقع اون مجلس رو اشغال خواهند کرد. پس از اینجا من این نتیجه میگیرم، پس خوشو به روز عزیز، شما اکثریت ندارید، شما چطور مدعی هستید که حکومت اکثریت هستید ولی در یک انتخابات آزاد این انتخابات رو به بورژوازی میبازید، به بورژوازی و نمایندگان اون میبازید؟ یعنی اکثر 80 میلیون مردم ایران اگه بیان در یک انتخابات آزاد رأی بدن، در شرایطی که شما انقلاب هم کردید، قدرت رو از دست شما خارج خواهند کرد. پس این خیلی اصلا صورت مسئله خیلی روشنه، پیدا کنید پرتغال فروش رو، و این خیلی حرف نداره اینجا. یعنی شما یک دولت اقلیت هستید، شما نفوذ توده‌ای ندارید، شما در بین کارگران، بین مزد حقوق بگیران، روشنفکران اونقدر و حتی طبقات میانی اونقدر نفوذ ندارید که در یک انتخابات آزاد و برابر بتونید اکثریت آرای مردم رو جذب کنید. بله. اون هم برای اینکه بیان به پیشنهاد شما رأی بدن. و دقیقا من به همین خاطره که تأکید میکنم سلب این نوع حق رأی در واقع آغاز استبداده و نشان دهنده این هست که این دولتی که در واقع میخواد شروع بشه، این دولت به اکثریت مردم اتکا نداره، میترسه از اکثریت مردم، میترسه از حق رأی عمومی، میترسه از آزادی و دموکراسی. رأی همگانی فقط در مجلس و مؤسسان هست که میتونه خودش رو نشون بده و ظاهر بکنه، در هیچ شکلی دیگه نه. ببین مجلس مؤسسان یه اسمی داره، نه، حق رأی عمومی در خیلی جاهاست، حق رأی عمومی در انتخابات، در انتخابات نمیدونم شوراها میتونه باشه، در انتخابات کمون میتونه باشه، در انتخابات پارلمانی میتونه باشه، در همه جا میتونه باشه. ولی مسئله فرق داره، موقعی که ما یک نظام استبدادی رو که به ما حق تعیین سرنوشت و حق تعیین نظام رو نمیده سرنگون میکنیم، اولین مسئله‌ای که همه مردم میخوان اینه که در تعیین نظام آینده نقش داشته باشن و بیان نظام آینده رو تعیین کنن. نظام استبدادی رو سرنگون کردن، نظام آینده رو فهم. و همین خاطری که اسمش مؤسسه، مجلس مؤسسان رفتی به این که این آنچه که از انقلاب بیرون خواهد اومد یک دولت بورژوایی است، یک دولت شبه استبدادی است، یک دولت لیبرالی دموکراسی یا یک دولت استبدادی سوسیالیستی نداره.
یک نکته رو تاکید میکنه، این که آقا مردم حق تعیین سرنوشت سیاسی خودشون رو دارن و تعیین نوع نظامشون دارن. و آخرین نکته رو که من اشاره کنم، برخلاف اون چیزی که رفیقمون فراهانی گفت، من روزا لوکزامبورگ رو به خوبی خوندم. من فکر میکنم که اون نوشته ایشون رو که دیدم که واقعا ایشون نخوندن روزا لوکزامبورگ. روزا لوکزامبورگ از زمانی که در 9 نوامبر از زندان بیرون اومد تا 15 ژانویه که کشته شد، 27 تا مقاله نوشته که شامل 140 صفحه است. حالا اینو بذار، این بحثو فکر کنم پشت سر گذروندیم و همین اشاره کردیم، گفت کافیه. کرده بود رفیقمون به صدا با اون میخواست تبلیغات کنه علیه در واقع سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیالیسم مارکسی. من حالا اگر احتیاج به بحث جداگانه داره بل و اینو باید این... ما بنویسیم. متشکر رفیق روبن. چون اطلاعی برخلاف اون چیزی که ادعا میکنه اطلاعی از انقلاب آلمان نداره. متشکر رفیق روبن. که یک دانش آموز دبستانی در آلمان ازش اطلاع داره. خب رفیق بهروز فراهانی، شما بحث روزا لوکزامبورگ اینا رو خاتمه بدیم. من این سوال دارم. نه من باید بگم این وسط، چون رفیقمون در مورد انقلاب بوسیان یه اطلاعی 100% غلط داد. نه شما اجازه میدین که این بحث رو از تو این فکت‌های تاریخی بیاریم به شرایط امروز؟ ما بیاریم بیرون. ولی دانش آموز آلمانی آخه اون چیزی از روزا لوکزامبورگ شنیده که بورژوازی آلمان بهش حق نکرده؟ رفیق روبل فرق داره با اون چیزی که ما میبینیم. حالا بعداً بحث می‌کنیم. آره اگر لازم بود آخر بحث دوباره میرسیم برمیگردیم دیگه. بله بله. ببین رفیق بهروز، ماهیت شورا چیه؟ آیا شورا ماهیت طبقاتی داره یا نه؟ اگر شورا ماهیت طبقاتی داشته باشه و شورا بر مبنای طبقات شکل گرفته باشه، اونجا رأی همگانی نمیتونه باشد. بخاطر اینکه شورای طبقاتیه، یعنی شورای کارگران و زحمتکشان و سربازان و یا مثلا در روسی دهقانان بوده، عموم مردم رو در بر نمیگیره دیگه، نمیتونه رأی همگانی باشه. اگر تشکیل بدین چی؟ اگر شورای محلات مثل این چیزی که در انقلاب ایران اتفاق خب افتاد، شورای محلات دیگه اون ماهیت طبقاتی نداره دیگه. هسته صفتی که در واقع وجود داره در این نظام شورایی چیه؟ اینی که مردمی که میخوان در سیاست بکنن باید درش دخالت بکنن، نه اینکه بر نمایندگی بدن به یه عده دیگه که برن دخالت بکنن. از این نظر این اجازه میده که توده کارگران و حقوق ایران که اکثریت جامعه هستن، خودشون هم قانونگذار باشن هم مجری. در این رابطه اینها توی شوراها اولا به عنوان ارگان، لنین یه جمله جالبی داره میگه شوراها ارگان سیاسی اتحاد طبقه کارگر است. همه جناح‌های کارگرا و حقوق بگیرا در شوراها متحد میشن، اینها میان بالا، نمایندگانشون هم انتخاب میکنن بر اساس مبارزه‌ای که پیش میبرن. چون اینجوری نیست بورژوازی چیکار میخواد بکنه، این کاری که توی آلمان کردن در حین انقلاب، موقعی که قیام شده دارن میرن جلو که این دستگاه دولتی رو در هم بکوبن، میگن استوب، بیاین انتخابات بذاریم، مردم بیاین رأی بدیم، باید تصمیم بگیریم که چیکار می‌کنیم. نه اینطوری نیست. تا موقعی که شما دستگاه دولت انقلاب، دستگاه دولتی بورژوازی رو داغون نکرده، شما هنوز نمی‌تونید انتخابات بکنید. اینه که رفیق روبن ازش دور می‌زنه و در میره ازش. اصلاً بورژوازی اینطوری نیست که یه قیام رو که باخته باشه دیگه تمام ابزار قدرت رو از دست داده باشه و دستگاه دولتی به کلی داغون شده باشه. اینطوری نیست. و دستگاه دولتی هم لطف نیست، به نفع بورژوازی کار می‌کنه. شما وقتی انقلاب رو میگیرید عادی دارید که باید این دستگاه دولتی رو در هم بکوبید. برای در هم کوبیدن این دستگاه دولتی که تو این فازش بورژوازی شرکت نداره و اقشار بالایی خرد بورژوازی هم درش شرکت نمی‌کنن، بلکه فقط کارگران حقوق بگیران کم درآمد هستن که در شهر و روستا که درش دخالت میکنن، شما این انقلاب باید به پیش ببرید. هنوز باید این دستگاه دولتی رو خرد بکنید، ارتشش رو ازش بگیرید، پلیسش رو دگرگون بکنید، دستگاه های ادارات رو عوض بکنید. اون وقته که این در همین در این شوراها اگر همین اقدامی که دارید میکنید، قوانین اساسی خودتون، مواد قوانین اساسی خودتون رو درست بکنید، اون بگو میتونید به رأی عمومی همگان بگذارید. ولی اون ارگانی که قیام رو میگیره و باید بره تا ته تا دستگاه دولتی رو در هم بکوبه، اونه که شکل شورایی رو تا اینجا بشریت به ما شکل شورایی رو نشون داده. شاید یه شکل دیگه بیاد. شاید ما خود ما وقتی توی انقلاب بهمن داشتیم شرکت میکردیم، همه ما فکر میکردیم جنگ توده‌ای طولانی خواهد بود. دیدیم که شوراها اومدن، اعتصاب عمومی اومد،
شکلای گره که هیچ که پیش بینیش رو نمیکرد. الان هم توی انقلابات ایران میتونه همچه اتفاقی بیفته. ولی فرق و چرا ما میگیم این بورژواییه و این رای که ما میگیم سوسیالیستیه، اینه که بورژوایی این رو یه نقطه پایان میبینه. این کاری که در واقع توی مال آلمان کردن، مال شوروی ها فرق میکرد، به یه شکل دیگه ای رفت. در آلمان درست این بود و همین چیز هم بود که روزا روزنبول کرده شورش کرد. در اوج قیام، اون موقعی که ضربه اصلی زده شده بود و این قیصریه دولت قیصر رو به زیر آورده بودن، گفتم ترمز، باید رای بگیریم، باید روشن بشه که مردم چی میخوان غیر اینا. نه، هنوز کار انقلاب تموم نشده. و اتفاقا درست میگه رفیق روبن، اون توده اصلی فعال انقلاب در تمام تاریخ ما تا امروز اقلیت بوده، اونی که انقلاب رو را میندازه، اون تا توده مردم رو با خودش میاره، میبره به جلو، به پیش میبره. رفیق بهروز فرانی، یک سال دیگه هم دارم برای اینکه این بخش بخواهش میکنم. بگم تا وقتی شما تکلیف دستگاه دولتی قبلی رو یک سره نکردید، نباید این مسئله قانون اساسی رو هنوز بهش بپردازید. خیلی مهمه. رفیق فرانی، شما تاکید میکردین روی مسئله که مجلس مؤسسان یک مجلس ذاتن بورژوایی، به هر حال تصمیماتی اونجا ازش بیرون میاد که به نفع بورژوازی خواهد بود. نه، من اجازه ندادم. من گفتم این نوع انتخابات توی پارلمان ها رو مثال زدم، مؤسسان ندادم. مؤسسان که یک لحظه میاد از بین میره، تموم میشه، به کارش. خب مکانیزم پارلمانی بود. در من اینو میگم. ما الان بحثمون سر مجلس مؤسسان، سر پارلمان که نیست. حالا من سوالم اینه. بفهم. خب اگر از توی مجلس مؤسسان همچین چیزی در بیاد یا فکر میکنید که حتما در میاد، خب تو شورای هم ممکنه همچین مسئله پیش بیاد. نمونه تاریخیش تو خود هم روسیه، در آلمان شورای چیز دیگه بودن، بعد در یک تعادل قوای دیگر تونستن مثلا تبدیل بشن به شورای انقلابی. سوالم اینه، آیا از تو شورا چیزی غیر از سوسیالیسم در نمیاد؟ میتونه در بیاد، چرا نمیتونه در بیاد؟ شوراها ببین وقتی در بیاد دیگه شورا نیست، قدرت خودش رو میده به اون نهاد بورژوازی که در مقابلش تسلیم شده. این اتفاقی که در فاصله فوریه تا ببینم شورا محتواست یا شکله. نه، شورا شکله. ببینید، نه، دو تا یکی دولت نور شوراییه، دو تا یکی دولت نور شوراییه که دیگه نه دولت، یعنی دولتی است که اکثریت خودشون دولت هم. اون بحث معروف مارکس با باکونی همین مسئله رو مطرح میکنه که باکونی میگه که مگه میشه 40 میلیون آلمانی دولت باشن؟ مارکس جواب میده آره میتونه، احمق، یه احمق هم میذاره اونجا. این 40 میلیون چجوری میتونن دولت باشن؟ فقط با رأی دادن؟ اینا هر 4 سال یه بار بیان رأی بدن یا یک بار بیان جمع بشن برای مجلس مؤسسان رأی بدن بعد برن به کارشون؟ این بورژواییه، این مکانیزم بورژواییه که من میگم. فرق اون داره، نمیگم مجلس مؤسسان الزاما بورژواییه. اون انتخاباتی که کنگره شوراها فرا بخونه، شما شو بزنید مجلس مؤسسان، من باشه اشکالی ندارم. مسئله اینه که اون قانون اساسی که میخواد عرضه بشه به مردم و نظرشون رو میخوام بپرسن از کجا در میاد؟ از جایی که یه سری آرای عمومی داده شده به یه آدمهایی در شرایط که قدرت اجتماعی بورژوازی هم هنوز از بین نرفته، با هزار فوق بازی و تقلب اقتدار میتونه ایجاد بکنه، یا در درون مبارزه‌ای که در درون شوراها میشه، در حین اینکه ما داریم دستگاه دولتی بورژوازی رو آجر به آجر میشکنیم تا چیز دیگه ای جاش بذاریم. این اون فاکتوری که رفیق روبن در بحث‌ها اصلا در نظر نمیگیره. مجلس مؤسسان به شکلی که تاکنونی تاریخی که بوده به شکل بورژواییش بوده. در روسیه السینی مجلس مؤسسان گذاشتن، یه رأی گرفتن، یه قانون بردن. ایران که حقوق بازی بود، ولی اونجا چیکار کردن؟ یه سری متخصص رو از فرانسه، از آمریکا غیره آوردن، یه سری سرهم کردن، گفتن بیاین بهش رأی بدیم. این اونجاییه که بورژوازی اعمال نفوذ میکنه. این اونجاییه که عین حق رأی عمومی رو به رسمیت شناختن، ولی هسته اصلیش رو بورژوازی براشون تعیین میکنه. ما میگیم که وقتی شما دولت نوع شورایی داری، از اونجایی که توده مردم دخالت میکنن روزمره درش، هم میخوان مقابل مقننه باشن، هم مجریه باشن، و تا برسن سنگ روی سنگ ندارن از دولت قبلی و یه دولت جدیدی رو بیارن، این یک لحظه نیست. تمام این پروسه رأی‌گیری ها در یک دورانی هست که شما قیام رو میخواید تا یک انقلاب اجتماعی ادامه بدید. این طول میکشه، چندین و چند سال حتی میتونه طول بکشه. بورژوازی میخواد این رو متوقف بکنه. شعار مجلس مؤسسان رو اینجور موقع ها میارن، در مقابل قیام میارن. اگر رفیق روبن
با نظر من موافقه که تا وقتی که دستگاه دولتی قبلی رو ما داغون نکرده، تا وقتی که قیام واقعا اینا رو از بین نبرده و قدرت اجتماعی بورژوازی حاکم رو خرد نکرده، ما نمیریم برای اینکه یه مجلس رو فراهم بکنیم و توش به بفتریان به همه بگیم بیاین به ما رأی بدید یا غیره. من اونم میتونم بحثم جای دیگه ببرم. بله. چون بحث دقیقاً سر اینه که ما از این فاز قیام و ضربه اول به خطه اصلی سرکوب بورژوازی، پلیس و ارتش و غیرش، بقیه‌اش رو کجا بخوایم ببریم؟ متشکر بهروز فرهان. بله. ببخشید من اصلا اول بحثم رو با همین مسئله شروع کردم، گفتم که مسئله مجلس مؤسسان بعد از انقلاب سوسیالیستی، بعد از کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگره، بعد از درهم شکستن کل دستگاه استبداد و سرمایه‌داری، یعنی در واقع اول انقلاب سوسیالیست میشه، دولت کهنه استبدادی سرمایه‌داری از بین میره که به مردم اجازه حق رأی عمومی نداده، اون موقع دولت سوسیالیستی میاد برای اینکه نظام خودش رو به صورت دموکراتیک مستقر کنه، به مردم حق رأی عمومی رو میده و اون رو عملی میکنه برای اینکه نظام آینده رو تعیین کنه. ببینید اولین بحث من با این شروع شد. حالا رفیق روبر مارکاریان، اگر در انقلاب مردمی ایران شورای تشکیل بشن، شورای نمایندگان کارگران، محله و جای دیگه، و اینا متشکل بشن در کنگره سراسری شوراها، شما بازم اصرار دارین که مجلس مؤسسان باید باشد؟ اگر این دوتا مقابل هم قرار بگیرن، برابر هم قرار بگیرن چی؟ آقا ببینید، بیایید اینطوری فرض رو بر این بذاریم که در ایران انقلابی شده و در این انقلاب در شوراها نقش تعیین کننده پیدا کردن و قدرت دولتی به شکل شورایی در سراسر کشور برقرار شده اینطوری. ولی واقعیت اینه که همونطور که رفیق بهروز هم قبول کرد که این انقلاب رو یک بخشی از مردم میکنن، معمولا اقلیت پیشتاز مردمه که این انقلاب رو انجام میده. خب اینجا باز این مطرحه که ما چرا همین نظام شورایی رو در واقع در مجلس مؤسسان نمیاریم و به رأی عموم مردم نمیذاریم، برای اینکه به شکل دموکراتیک اون رو به نظام سیاسی آینده کشور تبدیل کنیم، به طوری که به همه مردم، حتی اونایی که در شوراها نیستن، بهشون امکان بدیم که بیان و نظرات خودشون، پیشنهادات خودشون و حتی انتقادات خودشون رو مطرح کنن، علی‌رغم این که از اونجایی که این قدرت شورایی اکثریت رو در کشور داره، خب در مجلس مؤسسان به صورت دموکراتیک این در واقع نظام سیاسی بیرون خواهد اومد. حالا انتقاداتش رو حالا میذاریم کنار، فرض میکنیم اصلا نظام شورایی نظام درست است. فقط در یک حالت میشه از این مسئله در واقع اجتناب کرد و اون اینه که آجا ما همینه بودی کی بار، همینه که هست، ما یه انقلابی کردیم، یه نظامی درست کردیم، آهای مردم اینی که هست باید بپذیرید این رو. و این من میگم که این سرآغازه و تباهی از اینجا شروع میشه. تمام انقلابات سوسیالیستی قرن بیستم تباهیشون از همینجا شروع شده و از اینجا گسترش پیدا کرده. از مهمترین مؤلفه در واقع دموکراسی، یعنی حق مردم در تعیین نظام سیاسی، به آزادی‌های سیاسی، به سایر حوزه‌های مربوط به اینکه مردم به صورت واقعی بتونن در حاکمیت خودشون نقش داشته باشن، مشارکت داشته باشن. پس بنابراین من اینو تناقض نمی‌بینم. من میگم که اگه حکومت شورایی شد، خیلی خب، پس اکثریت مردم، اکثریت داره این حکومت شورایی، پس چرا نمیخواد در واقع این رو به شکل دموکراتیک و با شرکت همه مردم و از طریق برقراری رأی همه مردم برای قانونیت دادن به این نظام پیش ببره؟ به هر حال اون دولتی که الان شما میگید تشکیل شده، یه دولت موقت دیگه، دولت حاصل قیام دیگه، اومده نظام گذشته رو در هم ریخته و نظام جدیدی رو تعیین کرده
در سراسر کشور فرض میکنیم شوراها هم شکل گرفتن اینها، خب پس چرا نمیاد از طریق مجلس و مؤسسان اون رو قانونی کنه، اون رو به شکل دموکراتیک پیش ببره، حتی اجازه بده کسانی که مثلا فرضاً منی که مخالف شورا هستم، طرفدار مثلا شکل کمونی هستم یا هر شکل دموکراسی مشارکتی هستم، بیام اونجا و پیشنهاد خودم رو در اونجا مطرح کنم. من میگم که ما و حتی اپوزیسیون، حتی کسانی که در واقع طبقات میانی و طبقات دیگه، و آیا ما اجازه میدیم که مثلا در تأسیس نظام آینده طرفداران سلطنت بیان و پیشنهاد بدن که اونا خواهان به طور مشروطه سلطنتی هستن، یا بورژوازی ایران بیاد و در اونجا مطرح کنه ما طرفدار جمهوری در واقع لیبرال هستیم، جمهوری ایرانی، جمهوری لیبرال هست. آیا ما به اینا این اجازه رو میدیم یا نه؟ ما میگیم آقا نظام شورایی درست شده دیگه، برید دنبال کارتون، همینه که هست. متشکرم رفیق بهروز فرهان، شما هم بفرمایید به این سوالایی که رفیق روبنم گفت پاسخ بدید. ببین، هیچ کس از برای گذاشتن قانون اساسی که توسط کنگره شوراها تصویب شده باشه، تنظیم شده باشه، مخالفتی نداره که. هیچ کس هم نمیگه شما توی انتخابات نمیتونید بیاید بگید که من مخالف این هستم. چرا نه؟ در یه لحظه یه جایی باید این قانون اساسی رو به رأی گذاشت، روشنه. ما میگیم برای تنظیم این قانون اساسی، برای اینکه این رو بتونید به جلو ببرید، کنگره شوراها بهترین مناسبترین ظرفی هست که بخش فعالی رو که در قیام شرکت کرده و اکثریتی رو که با خودش داره درش آورده، اجازه داره که به نام این انقلاب این قانون اساسی رو تنظیم بکنه. معلومه که اینو به عنوان رأی باید بذاره. خب مجلس مؤسسان که این نیست، ببین روبن، مجلس مؤسسان فراکشن‌های مختلف میان اونجا، هر کی قانونگذار میاره، فلان میاره، غیره میکنه، و اون وقت میرن به طرف اینکه یک نظامی رو تازه از توش در بیارن، یعنی حکومتی رو تازه از توش در بیارن، با اون حکومتی که از قیام بیرون اومده و قدرت دولتی که داره پیشنهاد میکنه ندیده میگیرن. بحث‌تر اینه که من نمیخوام، من دیدم شما صحبتای کردی یه دست حق ویژه و غیره این حرفا صحبت میکنم، من بحثم اصلا حق ویژه نیست. من بحثم اینه که مکانیزمی که اجازه میده اتفاقا اراده بیشترین، اراده واقعی توده های کارگران و زحمتکشان جاری بشه، مسائلشون مطرح بشه، و اگر جایی نمایندگانشون خواستن اشتباه بکنن اینها رو به زیر بکشن، مکانیزم شوراها هست و کنگره شوراها. مجلس مؤسسانی که شما میگی اصلا معلوم نیست چجوریه، میشه نمایندش کشید پایین یا نه؟ تا حالا در تاریخ، چون ما در هوا که صحبت نمی‌کنیم، مجلس که صحبت نمی‌کنیم، که در همین جای صحبت می‌کنیم، وقتی میگیم مجلس مؤسسان، روشن یه انتخاب میشن، میرن یه چیزی رو مطرح میکنن، میارن میذارن به رأی مردم. حالا این وسط چه کنترلی روی کار اینها هست؟ کجا اینا میتونن یقه این آدم‌ها رو بگیرن؟ کجا میتونن بگن آقا من به تو رأی دادم، ولی این چیزی که تو داری بهش رأی میدی اونی نیست که من گفته بودم، من نمی‌خوام تو نماینده من باشی. مکانیزم شورایی این اجازه رو میده، نوع کمان این اجازه رو میده، مکانیزم های دیگه این چیزی که شما پیشنهاد میکنید که فقط یه رأی عمومی میاد یه صندوق میندازه توش، این اصلا که مجلس مؤسسان نیست، ماشین رأی کشیه. تمام بحثی که من میکنم اینه، مکانیزم شوراها و کنگره شوراها اولا اگر اکثریت کارگران و زحمتکشان، یعنی اکثریت جامعه رو توی خودش نباشه که نیروی اکثریت نیست، که بکشن فردا یا پس فرداش میبازه. بورژوازی هم که از بین نرفته، پدر صاحب بچه رو در میاره، دیدیم که همه جا هم این کاری کرد. یه اکثریت نسبی قطعا این داره که داره کار میکنه و این حرکات رو با خودش میاره. این اکثریت نسبی یک قانون اساسی رو تنظیم میکنه، نظرات مخالف هم در نظر میگیره، میاره و میتونه به رأی بذاره. ما میگیم تو کنگره شورا اول شما به رأی بذارید، به تصویب برسونید تا ببینیم چی میشه. درست؟ از اون طرف شما میگید نه، مجلس مؤسسانی که شما دارید پیشنهاد میکنید، هیچ شباهتی به مجلس مؤسسانی که ماها تا حالا به اسم مجلس مؤسسان بهمون گفتن ندارن. شما با توضیح بدید، یک، آیا نمایندگان مجلس مؤسسان شما قابل عزلن؟ دو، اگر قابل عزلن با چه مکانیزمی قابل عزلن؟ مال ما روشنه، شورای پایینی که انتخاب کرده فلانی رو میگه آقا این خلاف رأی ما داره میده، ما نمیخوایم، ما کسی دیگه رو بیزش میخواییم بسرسیم، با سرعت این عمل انجام میشه، چون از پایین به بالا میره. مار شما یه سری اتم های آزاد هستن، اینجاست که میگم شباهت داره به مکانیزم پارلمانی، اینجاست که بورژوازی با قدرت اجتماعی خودش میتونه تقلب تو این بکنه. چه مکانیزم کنترلی شما دارید برای اینکه این مجلس مؤسسانتون شما تخم مرغ نندازین علاوه اردک از اون ور در بیاد؟ چه مکانیزم کنترلی وجود داره؟ کنگره شوراها روشن و سرراست این کنترل رو به ما میده. شما چه تضمینی میکنید که نمایندگانی که با این رأی انتخاب شدن اونجا نران و پشت نکنن؟ یک استقلالی هست در این مجلس مؤسسانی که شما مطرح میکنید که در شوراها وجود نداره.
شوراهایی که همه احزاب توش شرکت میکنن، احزاب سوسیالیست، گروهای مختلف، کارگری، دهقانی، سربازی، همه توشون هستن. اون فاجعه ای که توی شوروی اتفاق افتاد که دلیل نداره حتما همیشه تکرار بشه، که در زمینه شما محتوم میدونید که اگر مکانیزم شورایی باشه حتما توش یه نفر غالب میشه. خب تو مجلس مؤسسان هم حتما میتونه یه نفر غالب بشه، بحث اصلا سر این نیست. مکانیزم شورایی چه در مضمون و چه در شکل این اجازه رو میده که مردم رأی خودشون رو کنترل بکنن تا اون آخر. مجلس مؤسسانی که ما میشناسیم، مگه چیز جدیدی رفقا پیشنهاد کرده باشن که رفتی به مجلس مؤسسان تا ما میشناختیم نداره. رفتی به مجلس ملی که سوسیال دموکرات های آلمان پیشنهاد کردن نداره. رفتی به مجلس مؤسسانی که منچویکا توی روسیه پیشنهاد کردن نداره. یه چیز تازه ایه. مکانیزم کنترلش چیه؟ اینی که ما میگیم نوع کمون، مکانیزم کنترل عزل بتونیم بکنیم این نماینده. متشکر. رفقای عزیز، ما به پایان در واقع این بحث و گفتگو رسیدیم. دو دور میذارم، یک دور هر کدوم 2-3 دقیقه حد اکثر جمع‌بندی بکنید در صحبتون. یک سوالم من دارم که اونم تو 1 دقیقه میتونید هر کدومتون پاسخ بدید. میخوایم من اول سوالم بگم بعد جمع‌بندی بکنید؟ این سوال مشترکه. آیا اساساً این مجلس مؤسسان و این شورا این دوتا در برابر همن؟ نه، به هیچ وجه در برابر هم نیستن. منتها مسئله این هستش که اگر نظام شورایی بخواد یک نظام دموکراتیک باشه و به یک استبداد به نام شورا تبدیل نشه، باید از طریق مجلس مؤسسانی که همه مردم درش حق شرکت دارن و حق برابر دارن انتخاب بشه، مورد حمایت اکثریت مردم باشه. در اون مجلس مؤسسان آلترناتیو های دیگه من اعلام میکنم، از سلطنت، از مونارشیست تا آنارشیست بیان اونجا شرکت کنن. شما میدونید که یه سری از چپ ها هستن که معتقدن که اصلا هیچ دولتی نباید باشه، اصلا تا سلطنت طلب ها، طرفتان رضا پهلوی که میگن مشروطه سلطنتی درسته، تا ملیت های تحت ستم ایران که یه شکل خاصی از حکومت رو میخوان، فدرالیزم یا غیره رو مطرح میکنن، همه اونها باید بیان در مجلس مؤسسان شرکت کنند و از درون اون اگر به اصطلاح این حکومت شورای اکثریت داشته باشه، اون چیزی که رفیقمون بهروز فراهانی میگه، خب در خواهد آمد دیگه. پس اگه موقعی که انقلاب شده به مردم، اکثریت مردم طرفدار اون انقلابن، چرا، چه دلیلی داره که از درون اون بیرون نیاد؟ من میگم چرا ما از حق رأی عمومی میترسیم؟ چرا از انتخابات میترسیم؟ من پاسخ هم گرفتم. رفیق بهروز فرانی، نه، ما هیچ ترسی از انتخابات و رأی و غیری نداریم. در طول مدوره ای هم که شوراها دارن قانون اساسی خودشون تنظیم میکنن، هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. ما از طریق شوراهای محلات، شوراهای محل کار و غیره، اکثریت قاطع مردم ایران رو دخالت میدن. چون راجع به ایران داریم صحبت میکنیم، میگم ایران رو دخالت میدن. اونها هستن که نمایندگان خودشون رو میگیرن، طرحهای خودشون رو میدن. اونی که سلطنت طرحی میتونه بگه من طرفدار سلطنت، همونجا میتونه بگه من نماینده رو میخوام که بره از سلطنت دفاع کنه. در شورای محلات میشه این افراد در شوراهایی که ما پیشنهاد میکنیم که فقط شورای تولیدی نیست، اجازه میده این ظرف رو داره که بره. ولی اونجا رو در رو، چشم در چشمه، اون کسی که انتخاب کرده میگه من به این رأی میدم که بره رأی سلطنت رو اونجا بده. توی کنگره شوراها باید رأی سلطنت رو شما بدید. کسی با این مخالفت نداره، هیچ کس با این مخالفت نداره. از اونجایی که ما میدونیم که اکثریت هستیم و اکثریت هم هست بود اومده که این رو داره میبره جلو، در مکانیزم کنگره شوراها اینا میتونن از مکانیزم های مختلف استفاده بکنن. کسی هم سرکوش رو نمیکنه. روز انتخابات هم حتی میتونن تبلیغات بکنن، بگن علیه این قانون اساسی شما رای بدید، با قانون اساسی ما رای بدید. این مجلس مؤسسان نیست. این چیزی که رفیق روبن میگه کجا جسش مجلس؟ رفیق بهروز، من سوال کردم این دوتا مقابل همن؟ نه، در تاریخ انسان ها رو کلی مریخ نیستیم که ها، در تاریخی که من و شما داریم بهش رجوع میدیم، در تمام موارد، در روسیه، در آلمان، در اتریش، در مجارستان، مجلس مؤسسان رو در مقابل شوراها آوردن. یک استثنا وجود نداره. بله، متشکرم. این تاریخ ماست. خب حداکثر در 2 دقیقه اگر خواستین ناگفته ای مونده بهش اشاره بکنید یا جمع‌بندی بکنید. رفیق روبن مارکاریان، بفرمایید. بله، از این بحثی که ما کردیم به ویژه در مورد حق رأی عمومی و حق مردم در تعیین نظام سیاسی آینده، حالا هر چی میخواد باشه، شورایی باشه و کمونی باشه،
مشارکتی باشه، پارلمانی باشه، هرچی. دو تا نظر وجود داره و به دو درک از سوسیالیسم مربوط میشه. یکی درک مارکسی از سوسیالیسمه که سوسیالیسم از آزادی های سیاسی، از دموکراسی جدایی ناپذیر میدونه، سوسیالیسم رو در واقع تعمیق دموکراسی میدونه نه تعلیق دموکراسی. یک دیدگاه اینه که با چسبیدن به یه شکلهایی مثل شورایی مثلا میخواد حق رأی عمومی رو بیاره زندانی کنه در یک شکلی که مردم در موردش، عموم مردم میگم، همه مردم کشور 80 میلیون تک تک مردم کشور ایران هنوز در موردش تصمیم نگرفتن. دیکته میکنه نظام آینده رو، به صورت دیکته میکنه به شکل غیر دموکراتیک. این پایه‌گذار در واقع پایه‌گذاری استبداد به نام طبقه کارگر و سوسیالیست و بی آینده است. از نظر من این دیدگاه در آینده ایران، نه فقط در جنبش چپ سوسیالیستی ایران، بلکه حتی در سپهر سیاسی ایران هیچ نوع شانس و آینده‌ای ندارد. متشکرم از روبن مارکاریان و بهروز فرانی. بفرمایید. ببینید من جواب سوالمو نگرفتم، نفهمیدم نوع مجلس مؤسسانی که رفیق روبن توضیح میده چه فرقی با مجلس مؤسسانی که همواره در مقابل شوراها و قیام مطرح شده داره. اینو برای من توضیح نداد، چون گفت ما وقتی میگیم که دستگاه دولتی شکسته باشه، فلان باشه و غیره باشه، تو این فاصله این دولت موقت شکلی که خودش میگیره و دخالتی که مردم رو میگه به چه شکلی هست، اینا همه سوالایی هست که باید بهش پاسخ بدیم. گفتم بس فرمال حقوقی نیست که آیا ما حق عمومی رو به رسمیت میشناسیم. همه میگن که حق عمومی رو به رسمیت میشناسیم. رفیق رابه، در روسیه شوروی استالین بود که در سال 1938 حق رأی عمومی رو آورد و اون محرومیت بورژوازی رو برداشت. دیدیم چه گلی به پا شد و چه دموکراسی عجیب غریبی شکل گرفت. این اصلا بحثی نیست. اون ظرف، اون مکانیزمی که میخواد این رو بیاره چی هست؟ در تاریخ بشر اولا ما هنوز شکلی که مضمون دولت کمونی رو بهترین وجه ایجاد بکنه جز حکومت شورایی پیدا نکردیم. شاید پیدا بکنیم. این حکومت شورایی حق رأی عمومی رو در تمام موارد میاره، تصمیماتش هم به رأی میگذاره، ولی مکانیزم از طریق حکومت کمونی و ندولت به جلو میبره، چون هدفش اینه که این دستگاه دولتی رو پژمرده بکنه، نمیتونه تم بده چیز دیگه. مجلس مؤسسان در تاریخ مبارزات کارگری همواره بدون استثنا، رفیق رو به نظر یک جا نمیتونه بیاره به ما بگه که در مقابل قیام، در مقابل اراده مردم و در مقابل اراده انقلابی مطرح نشده باشه. شکلی که رفقا مطرح میکنن معلوم نیست چیه، چطور مرغه معلوم نیست واقعا این چجوری هست، و الا تبلیغ برای نظریه دیگه در خود شوراها هم مجازه. هر کسی میتونه تو شورای بخش خودش، کی گفته که کارگری که تو شورای کارگری داره کار میکنه نمیتونه بیاد بگه من سلطنت طلبم؟ هیچ کس هم چیزی نداره. هر کسی میتونه در شوراها بیاد نظر خودش رو بده. آزادی کامل برای همیشه، به رسمیت شناختن آزادی بی قید و شرط بیان، به رسمیت شناختن آزادی احزاب، همه اینها در مکانیزم شورایی پایه اصلی اون هست. وگرنه این هم یه عقب بازی میشه، میشه همون حزب دولتی که ما دیدیم. به رسمیت شناختن این و این که اصلا نباید کوچکترین خطه بهش وارد بشه. و ضمناً در تاریخ احزاب سیاسی انترناسیونال 4 که تروسکیستا بودن با همه انتقاداتی که بهشون میشه کرد، یک چیز بسیار عالی رو مطرح کردن. اونا نظام شورایی رو مطرح میکنن و تخطی ناپذیری از حق رأی عمومی هم درست در کنارش میارن. این دوتا با هم در تضاد نیستن. این رفیق روبنه که بین اینها میخواد تضاد ایجاد بکنه و دائما این مسئله رو به حد حقوقی و فرمال بیاره. در صورتی که بحث ما سر قدرت دولتی و شکل دولتی هست که این قدرت رو اعمال بکنه. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بحث و گفتگو و مناظره. درود بر شما. خسته نباشید. هم رفیق روبن هم تو سعید جان. متشکرم. رفیق بهروز و رفیق سعید عزیزم خیلی سلام مجدد دارم و عزیزم.